سلام خیلی خوش به یه ویدیو یوتیوب دیگه توی این ویدیو اومدم درباره یکی از تلخ اتفاقات زندگیم که تقریبا نزدیک دو سال منو درگیر خودش کرده صحبت کنم و واقعا دیگه خسته شدم دستش <تصفح> رو بخوام کلا آدمی نیستم که بیام اتفاقای بعدی که تو زندگی شخصی میفته رو شیر کنم تو فضای مجازی ولی دیگه گفتم بیام یکم باهاتون درد و دل کنم درباره این موضوع صحبت کنم چون دیگه واقعا نمیدونم بعد چی کار کنم خب کلا داستان از اونجایی شروع شد که من مجبور شدم مهاجرت کنم چون همونجوری که همتون میدونید خانندگی توی ایران برای خانوما اصلا هیچ فایده ای نداره و به هیچ جایی نمیشه رسید حالا جدا از چیزای قانونیش جدا از اینکه کلی انگ بهت که حالا به خاطر اینکه تو تو فضای مجازی داری میخونی صدا تو شیر میکنی میگن ترویج فحشا داری میکنی ترویج خیلی چیزای خیلی بد حالا خوبه مثلا دخترامونم هم که دارن میخونن یا مثلا خود من اصلا نه جنبه سکسی داره ویدئوامون نه لباسای خیلی عجیب غریبی میپوشیم ولی خب کلی داستان برات میبافن خلاصه اینجوری شد که من تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم و با خودم گفتم که خب حالا مثلا آخرش که چی میخوای اینجا چیکار کنی و بالاخره تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم و مهاجرتم اصلا چیز آسونی نیست میدونی میدونم خیلی دوست دارن مهاجرت کنن اما اینکه تو دوست نداشته باشی کنی و مجبور بشی مهاجرت کنی خیلی چیز سختیه میدونی مثلا تو یه وقت تو ایران همه چیزت اوکیه مثلا خب خود تصمیم میگیری که مثلا چه میدونم بری یه کشور دیگه زندگی کنی یا مثلا از لحاظ کاری اوکیه بعد تصمیم گیری بری کشور دیگه زندگی کن خب این اوکی مشکلی نداره ولی اینکه مجبور بشی به خاطر کاری که داری انجام میدی به خاطر هنری که داری هنری که هیچ جای دنیا جرم نیست مهاجرت کنی خب این خیلی دردناکه اینکه خانواده‌ت رو پشت سر میذاری دوستات رو میذاری حالا اگه با کسی تو رابطه باشون رابطه بعد کات بشه ولی خب یه راهیه که تو باید بری هر چیزی خوبی و بدی خودشو داره خلاصه اینجوری شد که من تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و بیام مالزی موسیقی بخونم چون من واقعا دوست داشتم خوانندگی و ای ادامه بدم میدونی خوانندگی و ای ادامه بدم و... به خاطر همین تصمیم گرفتم موسیقی بخونم حتی مثلا با خودم فکر کردم گفتم بیا یه رشته پزشکی چیزی بخونم کنارش موسیقی رو ادامه بدم اما گفتم خب نه اینجوری نمیشه تو اگه میخوای یه خواننده خیلی موفق بشی طبیعتا بعد به رو بخونی بدون داری چی کار میکنی یا حتی اگه بخوای تو لول جهانی با بقیه خواننده ها مثلا کامپیت کنی یا بخوای تو لول جهانی با بقیه خواننده رقابت کنی نمیتونی همینجوری بشینی تو خونه مثلا واسه خودت بخونی و اینا همه چیز تجربی به دست نمیاد اینجا هم دانشگاهی که من میرم جزو بهترین دانشگاه های آسیاس کلا رشته های آرتی که داره حالا هر چیزی که میتونه باشه جزو دانشگاه برتره حداقل آسیاس یا تو کل دنیا هم رنکینگش خیلی خوبه و خلاصه تصمیم گرفتم بیام اینجا و خب زمانی که شما مهاجرت میکنید طبیعتا از اونجایی که خیلی ارزش پول ما هم پایینه خب دیگه پدر خیلی نمیتونن ساپورتتون کنن دیگه شما خودتون شروع کنید به کار کردن حالا اگه بتونید فضای مجازی یا بیرون یا هر چیز دیگه ای که من خب تو فضای مجازی فعالیت میکردم و گفتم که همین رو ادامه بدم گفتم چی حالا بیام یوتیوب رو شروع کنم یوتیوب که شروع کردم من شروع کردم به پست گذاشتن و همینجوری فعالیت کردم فعالیت کردم که دیدم یهو مثلا یوتیوب میومد مثلا به طور مثال میزد آخر ماه مثلا 700 دلار 700 دلار منو میکرد 200 دلار 900 دلار منو میکرد 300 دلار به طور مثال و من واقعا شوکه شدم گفتم چرا این کارو میکنه و خیلی زور داره خب من روی اون پول حساب میکردم یه کم کم میخواستم مستقل باشم دیگه خب آدم نمیتونه همش خونه ساپورتش کنه دیگه و کلا بچه‌ای هم که خارج از کشور زندگی میکنن که ببینید همه دارن یوتیوب کار میکنن به خاطر اینکه بتونن خب خرج خودشونو در بیارن واقعا زندگی خارج از کشور اگه یه ساپورت مالی خیلی قوی نداشته باشی خیلی سخته که یا ساپورت مالی با خودت باشی یا خونه باشن میدونی که واقعا بعدیتم هم خانواده هر چقدر بخوان ساپورت کنن دیگه نمیشه مگر اینکه یعنی دیگه مثلا میلیاردر باشی میدونی حالا هر کجای دنیا میخوای زندگی کنی بکنی خلاصه من اینم هم یوتیوب همینجوری داره پولای منو کم میکنه و من گفتم خب شاید چون ویو هم مثلا یه کمپین خب اولش بودشم فعالیت میکردم و اینا گفتم شاید حالا بیشتر فعالیت کنم پول منو مثلا بیشتر بده و اینا خب همینجوری گذشت سابسکرایبرای من بیشتر شد اون ولی زم نه واقعا هیچ تغییری نکرد مثلا همون قد که درمیا بردم انقدر یوتیوب من پول کم کرد. که من دیگه واقعا اصلا انگیزه ام واسه یوتیوب از دست دادم این همه وقتی که من دارم میذارم چون واقعا ادیت ویدیو و ویدیو گیر حالا ویدیو گرفتن تقریبا کار آسونی می‌تونه باشه ولی ادیتاش انقدر زمان بر بود کلا اینجوریه که فقط بیای بشینی جلو دور بی سلام بچه‌ها کسی که یوتیوبرن کاملا درک میکنه یا حتی کسی که تو فضای مجازی فعالیت دارن خلاصا من به یوتیوب پیام دادم گفتم که آره مثلا چهل من اینجوری داستانشو مثلا باید چی کار کنم اینا بعد گفتش که شما مشکل از ترافیکینگ دارین و من گفتم که یعنی چی گفت یعنی که مثلا یه سری تبلیغا میکنی و مثلا یه سری تبلیغ خاص میکنی و بعد یه متنی بر من فرستاد که برو ببین مثلا تو این کارا رو انجام میدی که اینقدر داره یوتیوب ازت کم میکنه بعد من رفتم لیستشو خوندم نه هیچ کدوم از اون کارا رو نمیکنم بعد دوباره پیام دادم بعد گفتش که نه ما چهل شما رو اینجوری مثلا دیتکت کردیم که اینجوریه و داستانش بعد من گفتم خب الان باید چیکار کنم گفت ما هیچ سولوشنی نداریم من گفتم ای یعنی چی دیگه من بیخیال شدم کلا انگیزم از دست دادم ولی خب همینجوری ویدیو میذاشتم چون نمیتونستم مثلا همه بار رو بندازم رو دوش پدرم که مثلا بخواد خرج منو بدن دیگه ولی اون پولی هم که میداد واقعا کافی نبود ولی همین که بازم تو همکاری داشته باشه با خانواده یه انگیزه بهشون میده تا اینکه مثلا یه جا بشینی هیچ کاری نکنی دیگه من همینجوری بگینگی فعالیت می کردم و اینا بعد گفتم خب بزار یه چنل دوم بزنم یه چنل دوم بزنم ببینم که این میگیره یا دوباره همین مشکل داره دوباره چنل دوم زدم که گفتم شما برید سابسکرایب کنید و لطف کردین سابسکرایب کردید دوباره اون چنلم مانیتایز شد که همون ماه اول برای من زد مثلا 800 دلار من گفتم خب اوکی الان 800 دلار رو میگیرم روشم حساب کنم خب مثلا اجاره خونه میدم اینجوری میکنم میکنم یهو دیدم 800 دلار رو دوباره کرد 200 دلار گفتم ای یعنی چی یعنی دوباره این چنل منم داره این کارو انجام میده براش بعد که که دوستام گفتش که خب مثلا زده از ترافیکینگ مثلا شاید میبینه یه هوتوی حجم خیلی زیادی میاد تو یوتیوب مثلا یوتیوب شک میکنه چون تو تازه وارد یوتیوب شدی برو براشون توضیح بده دوباره به ساپورتش پیام دادم گفتم که خب الان من باید چیکار کنم شما دوباره انقدر من کم کم بعد ها رو براش مثلا این آخر ماه میزنه 800 دلار به طور مثال بعد خب یوتیوب اینجوریه که پول هر ماه و ماه بعدش میاد پرداخت میکنه خب وقتی میخواست به پرداخت نزدیک بشه یه اونجا مثلا هی کم که هی کم که تا مثلا به 200 دلار 150 دلار اینا میرسه. و گفتم ببین من مثلا یه کامیونیتی دارم داخل اینستاگرام به خاطر همین انقدر سری مثلا یوتیوب من میاد بالا و این چیزا بعد یوتیوب گفتش آها فلا اینا یه فرم داد و گفت اینو پر کن و مثلا بفرست و اینا گفت خب الان مشکل من هر جا گفت نه ما نمیدونیم مشکل حل میشه گفتم خب من بعد چیکار کنم بگم ببخشید چیکار شما از ترافیکینگ میگیم مثلا دیگه چند اینجوری ما میگیم دیگه ما کار ما بر نمیاد بعد دیگه فرمن رو تا چند روز دیگه همینجوری پشت سر هم هی پر میکردم نیفرستادم براشون ولی بازم هیچ جوابی به من ندادم بعد دیگه رفتم تو یوتیوب دیدم یه سری از مثلا اینفلوئنسرای خارجی هم یا یوتیوبرای خارجی هم این مشکل رو دارم و گفتن یوتیوب مثلا هیچ جوابی بهشون نداده و حالا تو تصور کن که مثلا من اینجام و دیگه خب شما خودتون شرایط ایران میدونید چقدر اوضاش داغونه لحاظ اقتصادی هر خانواده واقعا سخته این خودش رو بخواد تو ایران هندل کنه فرض کن یه نفر دیگه هم بخواد خارج از ایران مثلا هندلش کنه و هزینه واقعا پایین نیست حداقل به خاطر اینکه ارزش پولمون انقدر پایینه مثلا فرض کن الان یرینگه حدود مثلا 11 تا 12 هزار تومانه خیلی سخته که بخواد خانواده‌ات تو ایران ساپورت کنه اینم بگم روسی الان یادم اومد اومدم مالزی بعد گفتم که ادسنسمو خب شما برای اینکه بخواد از یوتیوب درآمدزایی بکنید یه حساب سنس میخواد که یوتیوبتون رو باید بهش وصل کنید که مثلا حساب بانکیه و اینا و من اومدم اینجا خب یوتیوبم چند مانیتایز شد حساب بانکی من که وصل کردم منتظر بودم که مثلا پیمنت اولو به من بدن یه هایی هیچ پیمنتی به کارت من نیومده هیچ پیمنتی به کارت من نیومده رفتم بانک گفتم که خب الان مثلا من یوتیوبم رو وصل کردم و اینا مثلا پولم کو مثلا بعد خانمه گفتم کجا کجایین گفتم که من ایرانی هم. بعد گفت که ببخشی دلار امریکا نمیتونه به حساب ایرانیا بیاد گفتم خب شما چیکار کردین گفت ما پولو برگشت دادیم گفتم تو چیکار کردی گفتم اصلا من نمیخوام به من دلار بدی چنج کن پولو به من رینگت بده مثلا گفت نه اصلا امکان نداره ما پول واسه یوتیوب برگشت و دیگه کنم بعد این پول فراموش کنی دوست عزیز چون شما ایرانی هستی و اینجا مثلا ایرانی ها مشکل داره که گفتن خب کن؟ گفت خب چیکار کنم گفت برو کارنسی پول عوض کن بگو دلار سنگاپور بزنن بعد دیگه باز من به گوگل پیام گفتم دلار سنگاپور میتونی بزنین گفت نه متاسفانه شما هر لوکیشنی که داشته باشین بر همون لوکیشن مثلا اون کارنسی پولو براتون میزنن اون واحد پولو براتون میزنن مثلا سنگاپور بودی دلار سنگاپور میزنیم مالزی مثلا دلار امریکا بعد مثلا بزنیم و اینا ما نمیتونیم اینو تغییر بدیم چون لوکیشن مالزیه خلاصه این اولین چیز که واقعا خیلی اتفاق عجیب بود بعد من رفتم با این شرکت هایی که داخل ایران کار میکنن با یوتیوبرها گفتم خب مجبورم فعلا تا وقتی مالزیام با اونا قرار داد ببندم بعد اونا یه سری اسپشیالیست دارن از نظر خودشون که مثلا خیلی به یوتیوب واردن و اینا و من گفتم خب حتما من برم بگم چنلم اینجوریه میتونن مشکل هم و حل کنن مثلا اینا واقعا مشکلش چیه هیچ کدوم نتونستن حل کن. یعنی حتی کمک هم نکردن خب شما واسه چی پشتیبانی دیگه بعد چهل دوم هم بهمون که گفتم میبندم چهل دوم اصلا بخیال دیگه یکی از دوستام گفتش که خب شاید آی پی مالزی مشکل داره آی پی مالزی مشکل داره بیا من یه چنل مثلا وای پی ایران برات بزنم بعد اونجا مثلا دوباره فعالیت شروع کنم که من چنل سوممو زدم و آیشو براتون میذارم این بالا میاد الان داخل دیسکریپشن هست و این دیگه آخرین شانس هم میخوام ببینم که دوباره یوتیوب این کارو من میکنه دوباره برای من تخت ترین اتفاق زندگی مراقب میزنه یا نه چون واقعا اینجوری دیگه خیلی شرایط برای من سخت میشه دیگه آخرین تلاشمه ببینم که میشه یا نه گفتم میام داستانشو براتون بگم و بگم که اگه دوست دارین برید اون چنل رو سابسکرایب کنی چون من بیشتر فعالیتم دیگه میخواد اونجا باشه تا ببینم که حالا آخر اون چنل چی میشه میگیره نمیگیره دوباره همین کار با من یوتیوب میکنه یا نمیکنه ولی اگر شما راه حلی برای این مشکل من دارید بگید حتما به من چون من از هر کی که پرسیدم مثلا گفتن که اصلا فقط چنل توی که این شکلیه حتی اون پشتیبانی اونجا هم گفتم ما اصلا این همه چنل زیر دستمونه هیچ کدوم اینجوری نیستش فقط مشکل توی که این شکلی شده چنلت و من نمیدونم واقعا باید چی کار کنم ولی اگر شما میدونید راه حلش چیه یا اگه برای کسی همچین چیزی پیش اومده طرف تونسته حلش کنه حتما برای من بنویسید تو کامنت ها سرتونم خیلی درد آوردم اصلا دوست ندارم اتفاقی بعدی که برام میافته رو بیام شیر کنم ولی اینو گفتم بیام باهاتون در میون بذارم چون دیگه واقعا تو دلم مونده بود <applause> چون واقعا خیلی اذیت کننده است خلاص همین آیدیا چنل براتون میذارم اگه دوست داشتید بهید سابسکرایب کنید و مرسی از یه سریاتون که همیشه کنار من بودید همیشه هم من حمایت کردید و هیچ وقت تنها نذاشتین حتی چنل دوبا من, سابسکرایب کردیم اون چنل قبلیه که زدم اون که چه دیگه باید ببندمش و مرسی که تو این راه همیشه کنار من بودید کلی ویدئوی به حال قرارتون چنل دیگه براتون بذارم حتما سابسکرایبش کنید مرسی تا ویدیوی بعدی فعلا خدا فز <تص>